همسالا برای تماشای گوشه های زیبا منظر تاجیکستان سیاحان زیادی از خارج کشور می آیند. از جمله گروهی سیاحان عبارت از 16 نفر از کشور اسرائیل به تماشای منطقه های زیبا منظر تاجیکستان آمدند. طول سفر خود این گروه از منطقه های زیبا منظر پنجکن و عینی از جمله هفتکل، ارتوچ، کولی کلان، کولی علاودین و غیره دیدن نمودند. یکی از این سیاحان امک اسکندر می باشد که زاده ایران بوده در اسرائیل کار و زندگی می نماید. او قید نمود که این گونه کوه و طبیعت ناتکرار در دیگر منطقه های دنیا کمتر به نظر می رسد. او نیت دارد که سال آینده با همراهی همسر و فرزندانش به تماشای این منطقه ها آید. من از اسرائیل اومدم اینجا، من تولد ایران هستم و اومدیم با گروپ اسرائیلی اینجا بگردیم تو تاجیکستان. خیلی خیلی تاجیکستان جای جالب و قشنگ و خیلی 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 آدمای خوب هستن. ما اینجا رو خیلی دوست داریم و خیلی جای قشنگ بودیم. من خیلی کشورها بودم، من کرگستان بودم، ترکیه بودم، آلمان بودم، نیوزیلند بودم، استرالیا بودم، خیلی جا بودم. خیلی جای جالب در دنیا هست، اما تاجیکستان خیلی جای قشنگ و جالب داره. در این کوه و در این لیکا رو که دیدیم جای دیگه نیست تو دنیا، خیلی قشنگه. پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ یکی از مکانهایی است که به آن سیاحان داخلی و خارجی برای استراحت می آیند. عین حال پایگاه دارای شرایط و امکانات وسیع بوده، در یک وقت می تواند تا 160 نفر را به جای خواب تامین نماید. پایگاه شروع از ماه می تا ماه سپتامبر به سیاحان خدمت می رساند. سیاحان در پایگاه مذکور با مشغولیت های گوناگون از جمله کوهنوردی می توانند مشغول شوند. قید نمود ایرج محمد جانزاده، دایرکتور پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ. در پایگاه ما بسیارتر سیاحان از کشورهای اروپا، امریکا، انا این سال ما راحت ها رو به دولت خطای هم فروختیم که اونها هم از این سیاحت ها بهره‌ور گردیدن، آمدن بسیار تاجیکستان عزیزی ما رو محقول کردن و با بسیار یک حسیات بلند به دولت های خود برگشتن. در 5 سال اخیر تاجیکستان خیلی سوهای سیاحی رو پیش برده استوده است و در بسیار سمت‌ها کارهای کلان به انجام رسانیده استودند. اینچنین ما مدیریت پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ همه شرایط ها رو برای سیاحان خارجی و وطنی و برای پیشواز آنها آماده کرده ایم. نتان دسکال پروفسور فکولته طبی بوده، همراه همسرش به سیاحت آمده است. او ابراز داشت که سیر و گشت کردن را دوست می‌دارد و به بسیار کشورهای دنیا سفر نموده است. В Таджикистан мы решили поехать, потому что слышали очень хорошие отзывы о людях и о Фанских горах, особенно об озерах. И наши впечатления превзошли наши ожидания. Потому что, во-первых, мы подружились очень с людьми, которые, с одной стороны, нас как бы обслуживали, с другой стороны, провели с нами очень приятное время, подружились, вместе танцевали, пели, кушали. И это с нами очень-очень редко случается. Просто-напросто исключительное гостеприимство. И на тропинках, в самых простых местах, хижины, палатки нас так принимали, как будто мы настоящие короли. باید گفت که سیاحی یکی از ساحه‌های مفید و سردرآمد اکثر کشورهای جهان محسوب می‌یابد. در بعضی کشورها حجم درآمد از حساب سیاحی قسم زیادی مجموعه محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. رشد توریسم در تأمین مردم محلی با جای کار نیز مساعدت می‌نماید. ساکنان پنجکن با تشکیل مهمانخانه‌ها، حمل و نقل بار، راهبلدی و امثال این صاحب جای کار و درآمد در داخل کشور گردیدند. اگر به کشورهای خارجی مثل دبی سیاحان برای تماشای بناهای زیبا و بلند آشیانه روند، به تاجیکستان برای تماشای طبیعت ناتکرار و کوه‌ها و حلاوت بردن از آن می آیند. این نمود سیاحی اکوتوریسم نام گرفته است که در تاجیکستان نو است. برای همین هم سیاحان اکثرا نه در مهمانخانه‌های ستاره‌دار، بلکه در منطقه‌های زیبا منظر و ساحل کوه‌ها خواب می‌کنند. طبیعت ناتکرار، منطقه های کوهی، فرهنگ و انعنه و مهمان دوستی مردم تاجیک توانسته است که صف سیاحان خارجی را سال از سال زیاد نماید. تاجیکستان مظهر من، سرزمینی کم زمین، تو سراسر کوهساری، تو سراسر سنگزاری. تماشابینان عزیز، سفر ما در منطقه های زیبا منظر پنجکند و عینی
به پایان میرسد. طول سفر ما شاهد بهترین منظره های کشور بهشت آسای من گشتیم و باوری دارم که هر کدام ما از تماشای این منظره ها یک روح و الهام تازه را دریاب نمودید و من شمایان عزیز را نیز به تماشای این منظره های دلفریب این مکان های نازنین توصیه می دهم و با باوری کامل گفته می توانم که پشیمان نخواهید شد. در حق کشور ما یک گوشه بهشت آسای دنیا است. زنده با تاجیکستان عزیز. رستم بیگ احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.